سلام، مهراج بیگامیان هستم و با قسمت چهارم از دوره آموزشی پایتون از صفر تا صد در خدمتتونم. قرار توی این قسمت در مورد اینتراکتیو مود پایتون صحبت کنیم. ولی نکته که بعد اول از همه بگم اینه که باید بدونیم که پایتون یک زبان مفسری هست، یک مفسری یا یک اینترپرتر داره که کد های پایتون ما رو به زبان ماشین ترجمه میکنه و اونا رو اجرا میکنه. نکته که اینجا به وجود میاد اینه که ما دو نوع زبان داریم، زبان های مفسری که مثل جاوا اسکریپت و پایتون هستن و زبان های کامپایلری مثل سی، سی پلاس پلاس و سی شارپ هستن. زبان های کامپایلری تفاوتشون با زبان های مفسری اینه که تو زبان های کامپایلری چیزی به عنوان کامپایلر وجود داره و تفاوتی که دارن اینه که زبان های کامپایلری کل کد ها یک بار خوانده شده و بعد اجرا میشن. یعنی چی؟ بذار اینطوری بهتون بگم، ما یک کد 100 خطی داریم، یه برنامه 100 خطی داریم. توی پایتون اینطوریه که اول اینترپرتر یا همون مفسر پایتون میاد و خط اولو میخونه، اجراش میکنه، بعد میره سراغ خط دوم و اونو میخونه، اجراش میکنه و همینطور میره جلو. ولی توی کامپایلری ها اینطور نیستن. کامپایلر میاد یک بار تمام کد هایی که نوشته شده رو میخونه، همه رو پشت سر هم میخونه، هیچ کدوم اجرا نمیکنه، همه رو میخونه. وقتی همه رو خوند، بعد اون موقع همه رو با هم به زبان ماشین ترجمه میکنه یا به قولی کامپایل میکنه و بعد اجراش میکنه. این تفاوت زبان های کامپایلری و زبان های مفسری هستن. خب بریم سراغ محیط اینتراکتیو مود پایتون. برای اینکه محیط اینتراکتیو مود پایتون رو بیاریم، تو جلسات قبلی گفتیم که چیکار میکنیم. میریم توی ترمینال یا کامند لاین ویندوز، کامند لاین ویندوز یا ترمینال لینوکس و پایتون رو تایپ میکنیم. الان فارسی بود که بردم پایتون. و محیط اینتراکتیو مود پایتون برای ما نمایش داده میشه. اینجا ورژن پایتون نمایش داده میشه. بعد اینکه بفهمیم تو محیط اینتراکتیو مود هستیم یا نه، این علامت های بزرگتری که ببینیم، سه تا علامت بزرگتر، یعنی تو محیط اینتراکتیو مود پایتون هستیم. حالا چرا به این محیط میگن اینتراکتیو مود؟ وقتی که گفتیم پایتون یه زبان مفسری است و یک اینترپرتر داره دیگه، وقتی که اینترپرتر دستورات از یک محیط CLI، یک محیط کامند لاین مثل ترمینال لینوکس یا CMD ویندوز، این دستورات پایتون از اونجا دریافت میکنه، بهش میگن محیط اینتراکتیو مود. الان کاری که میخوایم کنیم یکم با پایتون بازی کنیم و ببینیم مثلا چیا داره، یکم با سینتکسش هم میخوایم آشنا بشیم. برای اینکه بخوایم یه متنی رو به قولی پرینت کنیم یا چاپ کنیم و نمایش بدیم، از دستور پرینت استفاده میکنیم. این یک تابع بیلتین هست، به قولی بیلتین فانکشن هست که توی پایتون وجود داره و شما یه مقداری درون پرانتزش میدین و اون براتون نمایشش میده. میتونه یه دونه جمله هم باشه، فقط نکته ای که هست جمله ها باید درون دابل کوتیشن یا تک کوتیشن قرار بگیرن. اینجا یه مبحثی هست به نام استرینگ یا رشته که اونو جلوتر میگم تو قسمتی که قراره با هم دیگه دیتا تایپ های مختلف توی پایتون رو ببینیم و یاد بگیریم. فقط بدونیم وقتی میخواین جمله مثلا hello world رو بنویسین، باید توی یک دابل کوتیشن یا تک کوتیشن قرار بدیم. خب پرینت هر مقداری که درون پرانتزش قرار بگیره رو برای ما چاپ میکنه و نمایش میده. این از یه دستور خیلی ساده توی پایتون به نام پرینت. ما یه چیزای دیگه هم داریم توی پایتون، مثل وریبل ها، مثل کاندیشن ها، شروط یا همون شرط ها، لوپ ها مثل فور و وایل، که اونا رو تو جلسات آتی نشونتون میدم. ولی حالا مثلا بخوایم یه دونه وریبل بسازیم، این یه وریبله، یه مقداریه که ما میتونیم تو جای مختلف استفاده کنیم. توضیحش میدم، اصلا نگران نباشین، همه اینا قرار توضیح داده بشه. فقط دارم یک پیشنمایشی بهتون نمایش میدم از سینتکس پایتون، که اصلا ببینیم پایتون چه شکلی. مثلا یه حلقه فور می نویسم که برام از 1 تا 10 رو چاپ کنه. برای چاپ کردنم از دستور پرینت استفاده می کنم و میگم برای من مقدار متغیر آی رو چاپ کنه، مقدار وریبل یا هم متغیر آی که این بالا تعریف کردیم و برامون چاپ کنه. این اسپیسر که من اینجا زدم، الان اینجا یه تب زدم، این اسپیسر که وجود داره بهش میگن ایندنشن.
به اسپیس هایی که در ابتدای خط کد وجود دارن بهش میگن ایندنشن، و بلاک های کدی، مثلا بلاک کدی که برای این حلقه فور هست که همین پرین هست، توسط ایندنشن ها توی پایتون مشخص میشن، که اینم داره جلوتر کامل میفهمین چی و درکش میکنین و بتونم کامل توضیح میدم که اصلا این ایندنشن چرا باید باشه و چرا ما اصلا به بلاک های کدی نیاز داریم، چرا اصلا بلاک بندی باید بشه کدامون. فعلا این یک پیشنمایشه. ببینید این الان ما چیکار میکنه، از یک تا در رو نمایش میده. این چیزای خیلی ساده پایتون بود. ایندنشنش مهم بود، چجوری وریبل تعریف کنیم، چجوری فور تعریف کنیم، چجوری مقدار یا نمایش بدیم با دستور پین. خیلی چیزا دیگه داره، همش قدم به قدم با هم دیگه کار میکنیم و یاد میگیریم. برای اینکه از محیط اینتراکتیو مود پایتون هم خارج بشیم، گفتم یا دستور اگزییت پرانتز باز و بسته رو میزنید یا از کنترل دی استفاده میکنید، که من کنترل دی رو میزنم و از محیط اینتراکتیو مود پایتون خارج میشم. تو جلسات بعدی قراره یه دونه فایل بسازیم با پسوند .py و کدهای پایتونمون رو توی اون فایل بنویسیم. وقتی تو اون فایل کدهای پایتونمون رو بنویسیم، به اون فایل میگوین یه اسکریپت، یعنی اون فایل میشه یک اسکریپت پایتون. خب تا همینجا فکر کنم کافی باشه. اگر از این قسمت هم خوشتون اومد، حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم بزنید، تو چنل دیسکورد ما هم حتما جوین بدین، اونجا خیلی کارهای مختلفی قراره انجام بدیم و دیگه حرف دیگه نمونده. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.